به نام خدا بهنام رجبی هستم مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی رسیدیم به قسمت ششم از فصل هفتم آخرین قسمت از فصل هفتممون و موضوع این جلسه ما معرفی گزارشات در نرم افزار سپیدار من تو این فصل همطور که بهتون گفتم قصد داشتم که شما رو با نرم افزار حسابداری آشنا کنم تا با آمادگی بهتری وارد فصلهای بعدی بشیم و رویدادهای مالی رو تو نرم ثبت بکنیم ولی خب این قسمت رو من براتون تهیه کردم تا باز یه ذهنیت کلی از نرم‌افزار و گزارش که میده پیدا بکنیم تا در فصلهای بعدی راحت تر بریم سراغ رویدادها. پس بدون مقدمه میریم سراغ سیستم سپیدار بچه در دو جلسه گذشته من در ابتدا اومدم به شما درخواره حساب ها یا کدینگ حسابداری رو توضیح دادم که از کجا میتونیم برین درخواره حساب ها رو بسازین کدینگ حسابداریتون رو ایجاد بکنین در سه سطح گروه، کل و معین و این موضوع مربوط به دو جلسه پیش بود جلسه پیش هم اومدم بهتون نحوه ثبت سند حسابداری ویرایشش و یه سری بخشای دیگه که مرتبط با سند حسابداری بود آموزش دادم این جلسه حالا میریم سراغ گزارشات ببینید یکی از گزارشهایی که در نرم افزار سپیدار وجود داره گزارش حساب هاست این گزارش همون درخت واره حساب ماه که فقط اینجا به صورت شاخه ای اومده به ما نشونش میده یعنی میاد اول گروه رو نشون میده زیر شاخه حساب کل زیر شاخه حساب موین رو نشون میده اینجا به صورت فهرستی نشون میده دقت کنید ببینید الان این چند ردیفی که اینجا میبینیم نوعش گروه حساب ردیف های پایینی میشه حسابهای کل ردیف پایینی میشه حسابهای های موین و به همین شکل داره اینا رو به ما نشون میده و ویژگی هم داره نشون میده باز بستگی داره که شما حالا بر اساس چه نیازی نیاز پیدا کنید بیاد توی قسمت فهرست اینجا حساب مورد نظر خودتون رو سرچ کنید مثلا یکی از تفاوت هایی که این بخش با درخواره داره اینه که ما تو درخواره نمیتونیم چیزی رو سرچ بکنیم مثلا اگه اینجا بخوایم دنبال حسابی با نام مثلا سفارشات بگردیم ببینید خیلی راحت من میام سفارشات رو تایپ میکنم و اینجا برای من دو تا حساب آورد یه دونه اصلا تزمینی بابت سفارشات یه دونه سفارشات و اقلام در راه ولی فرضاً بعد اینجا میتونیم حتی کدش هم ببینیم اینجا خورده مثلا حساب کل کد 11 17 که بعد میام تو درخواره اینجا میگیم خب 11 و همشون تو دارایی ها هستن 17 میشه اینجا پس سفارش شده حالا در رو من پیدا کردم ولی اینجا ما چیزی به اسم سرچ نداریم بتونیم راحت پیدا کنیم مثلا ویژگی هاش اینه دیگه شما تو قسمت فهرستی میتونید سرچ بکنید میتونید همیشه همه یه ویژگی ها رو یه جا به صورت لیستی ببینید خروجی اکسل بگیرید کارهای مختلفی که میشه رو این بخش انجام داد بخش بعدی که تو گزارشات داری کاربرد داره حساب های تفصیلیه خب من بهتون دو جلسه گذشته گفتم ما انواع حساب تفصیلی تو نرم افزار سپیدار داریم مثل تفصیلی سایر مثل قراردادهامون، هامون مثل مراکز هزینهمون مثل که اینا رو حالا تو فصل بعدی همشون رو باشون کار میکنیم مثل طرف حسابامون مثل سفارشات جدیدمون مثل حساب بانکی صندوق کارتخان و و و اینجا یه فهرستی که همه رو یه جا نشون میده حالا خارج از اینکه این, که این تفصیلی من طرف حساب صندوق بانک باز طرف حساب حالا شخص حقیقی حقوقی یه جایی و سیستم برای ما گذاشته که کل حساب تفصیلی رو یه جا ببینیم تفصیلی سایرم فقط تفصیلی های از نوع سایر رو نشون میده که ما الان نداریم اسناد کل که یکی از گزارشات سندوی کلی که آخر سال ما صادر میکنیم اون 14 تا سندی که به ازای هر ماه یه سند و بابت افتتاحی و اختتامی مون هم یه سند میزنیم و مجموعاً 14 تا سند خواهیم داشت رو هم اینجا میزنیم که موضوع مو حسابداری مقدماتی ما نیست در دوره های پیشرفته ای مثل دوره خدماتی و بازرگانی بهش میپردازیم اسناد حسابداری رو جلسه بیش بهتون گفتم لیست اسناد رو به شما نشون میده همینجا میتونید روش کلیک بکنین اسنادی که ثبت کردید رو ببینید ویرایش کنید کلیک راست کنید حذفشون کنید تکثیرشون کنید عملیات های مختلف رو روی ن... در واقع این بخش روی اسنادتون انجام بدین یا اینکه گزارش گیری کنید بخش بعدی فایل خرید و فروش فصلی تو دورهای پیشرفته بهش میپردازیم مالیات به ارزش افزوده باز تو دوره پیشرفته صورت حساب سامان مادیان هم تو پیشرفته یه دونه هم اصلا. که اینم سرفصله هاییه که جایگذاری حساباتون تو صورت های مالی بهتون نشون میده اینم تو دوره های پیشرفته بهش میپردازیم این بخش ها بیشتر مربوط میشن به عملیات پایان سال تو سیستم حساب داره یا بخش مالیات مثلا ما یه دوره خواهیم داشت به اسم مالیات ماده 169 یا خرید فروش فصلی اونجا بهتون آموزش میدم یه دوره ارزش افزوده خواهیم داشت یه دوره سامان مادیان اینا رو جداگونه بهتون آموزش میدم که داشته باشید مگر نه یعنی اینا موضوع حسابداری نیستن بیشتر تکالیف مالیاتی هستن که حالا تو نرم افزار سپیدار ابزاریه که اینا رو ما میتونیم انجام بدیم دیگه گزارش های دیگه ای که تو سیستم داریم حالا اینا تازه گزارش های خیلی ساده بود بذارید همه پنجرهایی که باز کردم و ببندم یه بخش دیگه که خیلی کامل و جامع میاد به ما گزارش, گزارش میده بخش شرکت بخش گزارش ساز بخش حسابداری ببینید چقدر ما گزارش داریم توی سیستم سپیدار البته همه سیستم های حسابداری همینطوری هنها یعنی کلی گزارش دارن خب هدف اصلی ما تو حسابداری چی بود گزارش گیری پس اینکه سیستم های حسابداری این همه گزارش دارن نباید تعجب بکنیم و برامون عجیب باشه اتفاقا تازه همین گزارش ها هم خیلی شرکت ها استفاده میکنن بازم گزارش کم میارن زنگ میزنن به ما میگن که مثلا گزارش برامون بسازیم البته توی حساب تویوب زنگ نمیزنن و یه مجموعه دیگه داریم اسم حساب سنتر که بحث گزارش سازی برای نرم و سیستم ها رو انجام میدیم اونجا تماس میگیرن و از ما کلی گزارش دیگه هم میخوان گزارش های عجیب غریبی که حتی به ذهن خود مثلا شرکت سپیدار سیستم هم نرسیده انجام بده و ما میایم گزارش سازی ها رو بر اساس نیاز مشتری ها انجام میدیم اما اینجا در قسمت گزارش ساز در قسمت حسابداری ما ببینید یادتون باشه تو فصلهای قبلی من بهتون گزارش دفتر کل دفتر موین دفتر روزنامه رو معرفی کردم ویژگیهاش رو بهتون گفتم نحوه تحریرش هم حتی بهتون آموزش دادم حالا خود نرم افزار سپیدار به شما این گزارش رو خروجی میده و شما میتونید یه خروجی مثلا از دفتر روزنامهتون بگیرین و بیاین داخل دفاترتون تحریرش بکنید مثلا ببینید من اینو اجرا میزنم البته الان تو این سیستم ما سند نداریم و ولی ببینید الان برای من یه گزارش دفتر روزنامه بر اساس اون دو تا سند آورد که به این شکل اومده مرتبش کرده حالا تو سطوح مختلف هم میده مثلا گزارش دفتر روزنامه به ریز حساب ببینید چند تا مدل گزارش دفتر روزنامه داره گزارش دفتر روزنامه بر مبنای اسناد کل که چون ما سند کل صادر نکردیم تو سیستم این بخش فعلا خالیه سند کل خب ما بهتون گفته بودم قبلا اگه بخویم دفاترمون تحریر بکنیم و نرم افزار داشته باشیم نرم رو به دارایی معرفی بکنیم و ریز گردش رو در قالب سی به دارایی ارائه بدیم در نهایت اینجا ما میتونیم سند کل صادر بکنیم ماهانه اسنادمون رو در دفاتر تحریر بکنیم که یکی از آیتم هایی که استفاده میشه برای تحریر ماهانه این دوتا هستن گزارش دفتر روزنامه و دفتر کل بر مبنای اسناد کلی که تجمیع صادر شده اینا رو تو دوره پیشرفته بهتون میگم ولی اینجا خلاصش رو تو ذهنتون داشته باشین خیلی هم ذهنتون رو درگیری مسائل نکنین این بخش خوب نیازمند اینه که یه دوره مثل دوره پیشرفته بازرگانی رو ما طی بکنیم از اول بیایم افتتاحیه بزنیم طی دوره بزنیم پایان دوره بزنیم که با اسناد کامل بیایم عملیات و چرخه حساب داریم رو کامل کنیم ولی خب اینجا من میخوام معرفیشون کنم ببینید سیستم به ما گزارش دفتر روزنامه میده دفتر کل میده دفتر موین میده دفتر تفصیل میده سند حسابداری پویا میده که اینجا منظور از پویا اینه که میتونیم آیتم هایی که دلمون میخواد رو انتخاب کنیم بگیم مثلا شما عطف رو عطفو میخوام نمیخوام اقلام رو به صورت بستانکار چپچین میخوام نمیخوام حالا در نهایت اینو میزنیم و به این شکل به ما گزارش رو نشون میده خیلی گزارش تمیز و جالبیه بخش بعدی که خیلی مهمه حالا جدایی از روکش سند که با جزئیات مختلف به ما ارائه میده بخش صورت مالی سود و زیان و ترازنامه است ما تو فصل سیزدهم دوره حسابداری مقدماتی ببینید داخل حساب تویوب اگه برین سایت حساب تویوب قسمت دورای آموزشی آموزش حسابداری مقدماتی بیاید پایین تو قسمت فهرست اینجا ما تو فصل 13 هم صورت‌های مالی رو داریم صورت‌های مالی مثل سود و ترازنامه و بقیه صورت‌های مالی در نرم افزار سپیدار برخیشون قابل گزارش گیریه یه صورت مالی مثل سود و زیان کامل تو سیستم قابل گزارش گیریه ببین من الان بازش میکنم صورت مالی سود و زیان حالا تو فصل 13 هم کامل بهتون توضیحش میدم ولی تو ذهنتون داشته باشین یه قالب گزارشه یعنی اینکه ما بهش میگیم صورت مالی سود و زیان که جزو صورت‌های اساسی حسابداری مونه یه قالب گزارشه که به ما گفته اگه دوست داری این صورت رو تهیه کنی و الزام داری که حتما اینو تهیه کنی تو اظهارنامه رد کنی اینجا بیا تو آیتم اول مثلا فروشاتو بنویس درامت های عملیاتی تو بنویس بهای های تمام شدت رو در بیار بنویس به روش های مورد قبول سازمان امور مالیاتی هزینه ها رو ردیف کن بنویس و سپیدار اومده چه راه حلی در اختیار ما گذاشته گفته خب اوکی تو بیا اسناد تو ثبت بکن من خودم اینا رو براتون مورد چینش قرار میدم مثلا ببینید من الان یه سند فروش زدم خودش اومده اون 500 هزار تومن و یا 5 میلیون ریال رو توی درآمدام چیده هزینه اگه صحب میکردم هزینه همونم میومد میچید که من حالا توی فصل سیزده کامل بهتون بحث تهیه صورت مالی رو کامل که برحال خب تا اونجایی که بشه بهتون آموزش میدم که صورت مالی چی هم به چه درد میخورن کجا استفاده میشن و چه جوری تهیه میشن تو دورهای پیش رفتم صد درصد بهش میپردازیم که تهیه صورت مالی بر اساس اطلاعات سیستم مالیمون چه جوریه دیگه چی داریم صورت مالی ترازنامه یکی از تقریبا میتونم بگم مهمترین صورت مالیمون برای هر شرکت ترازنامه مونه ترازنامه تو سیستم سپیدار دو مدل اگه دقت کنید یه دونه زده ترازنامه یه دونه زده ترازنامه 98 ببند ببینید سال 98 استانداردهای حسابداری در زمینه صورتهای مالی و گزارشگری تغییراتی کرد از 98 به قبل این گزارش استفاده میشد که این شکلی بود و یه ذره خب نگاشتش یعنی نگاه بهش و به نظر من درکش ساده تر بود چون یه طرف ما دارایی ها رو داشتیم یه طرف بدهی ها و حقوق صاحبان سهام رو داشتیم که دو طرف باید بالانس می شود. الان هم همون هست هیچ فرقی نکرده فقط اومده به این شکل در اومده دو طرفه نیست دیگه بذارید از زوم خارجش کنم ببینید دو صفحه ای شده یه صفحه اینه یه صفحه هم میریم سراغ حقوق صاحبان سم البته این که دو صفحه ای شده به خاطر تعداد آرتیکلایی که داره مگرنه خب همش صفره ولی به صورت کلی به این شکل در اومده دوباره اومده همون دارایی ها رو چیده زیرش حقوق صاحبان سم چیده زیرش هم اومده بدهی ها رو چیده در نهایت اومده اینجا دوتا تا ردیفش رو جدا کرده و اون بده کاربستان کارش رو اینجا آورده که باید با هم دیگه تراز باشه اسم این گزارش ترازنامه است که جزو صورت مالی اساسی حسابداریه و چرا اسمش ترازنامه است؟ چون باید دو طرف چپ و راستش با هم برابر باشن این سمت چپ و سمت راستش که حالا اصطلاحا بدهکار بستانکار هم میتونیم بهش بگیم اینجا ننوشته بدهکار بستانکار ولی دو طرفش باید برابر باشه اگه برابر نباشه حتما یه اشکال یا موردی توی ثبت اسناد سیستمیمون وجود داره اینم از این من گزارش ترازنامه رو ببندم صرفا هم هدف این بود به صورت کلی گزارشات سیستم سپیدار رو بهتون معرفی کنم ولی بچه سیستم سپیدار یا هر نرم افزار دیگه ای محدود به بخش حسابداری نمیشه ببینید الان سیستم سپیدار این بخش منوهای مختلف داره بخش‌های مختلفی مثل فروش، مثل انبار، سفارش کار یا تولید، خزانه، دارایی ثابت، حقوق دستمزد، پیمانکاری و کلی موارد دیگه هم داره. هر کدوم از اینای دنیا دارم. این روش کلیک بکنم کلی آیتم مختلف هست. یکی دیگه از مهارت‌هایی که شما به عنوان حسابدار باید یاد بگیرید، همیشه مهارت کار با نرم افزار حسابداریه. یعنی جدای از اینکه شما در این دوره آموزشی حسابداری رو آموزش می‌بینید، بعدا باید به سراغ آموزش نرم افزار حسابداری هم برید حالا باید ببینید تو اون شرکتی که میخواید استخدام بشین چه نرم افزاری استفاده میشه بعد برید اون نرم افزار رو یاد بگیرید یا صرفا مثلا انتخاب کنید یه نرم افزار رو یاد بگیرید برید سراغ نرم... شرکت هایی که اون نرم افزار رو دارن کم کم حالا شاید توی اون ام... تایمی که کلا برای شرکت ها حساب بهتون به صورت موردی بخوره که یه شرکتی مثلا هلو داشته باشه یه شرکتی سپیدار داشته باشه یکی یه نرم افزار دیگه دو سه تا نرم افزار رو شاید اون تایمی تا که شما کلا بخواید حسابداری داری مشغول به کار بشید مجبور بشید که آموزش ببینید مگر نیازی واقعا ندارید تمامی نرم افزارهایی که تو بازار مالی ایران وجود دارن آموزش ببینید چون من خودم بلد نیستم این شاید 4 5 تا نرم افزار حسابداری رو کلا باش کار کردم و مسلط هستم و بیشتر از اون دیگه کار نکردم حالا من به عنوان مدرس شاید مجبور بشم برای اینکه در آینده به شما آموزش بدم نرم افزارها رو برم به سراغ یادگیری نرم افزارهای جدید ولی شما به صورت دیفالت نیازی ندارید یه نکته هم بگم شما مثلا یه نرم افزاری مثل سپیدا رو یاد بگیرین یادگیری نرم افزار دوم براتون 80 درصد راحت تر میشه چون قالب همه نرم افزارا یکیه اینجوری نیست که هر کی اومده یه مدل و یه رویه یو بر خودش رفته همه در چارچوب یه مدل اومدن نرم رو ساختن حالا امکاناتشون یه ذره فرق داره محیط کاربریشون فرق داره یکی منو رو بالا گذاشته یکی پایین گذاشته یکی یه گزارشی رو داره یکی نداره یه ذره سیستم ها با هم متفاوته ولی چارچوب و اصول اولیه کار یکیه پس شما از اولین نرم افزار که شروع کنید آموزش ببینید بخش های مختلفش رو یادگیری نرم افزار بعدی براتون بسیار بسیار راحت تر میشه و ما خب تو این دوره آموزش قصد نداریم که نرم افزار آموزش ببینیم این نکته رو فراموش نکنیم من صرفا فصل هفتم رو براتون آوردم که شما با دنیای نرم افزارهای حسابداری آشنا بشین چون در آینده حتما باید به سمت یادگیری نرم افزار هم برید ولی قبل از یادگیری نرم افزار باید حسابداری رو بلد باشید یعنی اول حسابداری که میشه بیس کار و پایه کار بعد کامل آموزشش ببینید بعد از اتمام حسابداری به سراغ یادگیری نرم افزارهای حسابداری هم میشه رفت این دوتا مرز رو از همدیگه همی یعنی الان تو ذهنتون تفکیک کنید مهارت کار با نرم افزار حسابداری و مهارت حسابداری دو تا بخش مجزا هستن که شما به جفتشون نیاز پیدا میکنید و جفتشون رو باید آموزش ببینید بچه ها اینجا جلسهمون هم تموم شد ممنون که تا اینجا همراه من بودین من خب تمام سعیم این بود که در این فصل شما رو با دنیای نرمافزارهای حسابداری شرکتهای نرمافزاری و یه نمونه نرمافزاری که قرار تو فصلهای بعدی باش بیشتر کار بکنیم آشنا بکنم تا با پایه قویتر و آمادگی بیشتری وارد فصل هشتم بشیم فصل هفتم ما با موضوع گزارشات مالی در سپیدار به اتمام رسید امیدوارم که تونسته باشم مطالب مفیدی رو براتون جمع وری کنم ممنونتون میشم اگه از ویدیوها خوشتون میاد ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید اگه نظر پیشنهاد انتقادی دارید حتما پایین ویدیو برامون بنویسید نظراتتون رو چه داخل وبسایت چه داخل کانال یوتیوب اگه برامون بنویسید خیلی خوشحال میشیم برامون با ارزشه و ما تقریبا سعی می‌کنیم به تمامی نظرات پاسخ بدیم نظراتی که سوال داخلشونه مشکلی وجود داره همه رو پاسخ میدیم تا هیچ نظری هم بدون پاسخ نمونه تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدایا رو نگهدارتون